درود به همه ی رفقای نابی و زیبای کانال مجنون. دوباره این دیوان اینجاست تا بیازماید عقل دوراندیش را. بیایید با هم دیوانه سازیم خیش را. امروز اومدیم با یه عالم فکت که مغز با شنیدنش سوت میکشه و پشم با فهمیدنش میریزه. این یه نوع سبک جدید ویدیو ساختنه که میخوام تستش بکنم. پس جدی اگر موافق با ساختن پارت های بعدی این نوع ویدیو هستید حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا انجام وظیفه کنم. در صورت تمایل برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب کنید و لایک رو بزنید تا بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. دیکتاتورها در زمان حکومت خود ادعا می کنند که انسانهای خاصی هستند و رسالتی ویژه دارند و فرستاده خدا و یا نیروهای والا هستند. مثلا آدولف هیتلر ایدئولوژی نازی رو به گونه ای ارائه می داد که انگار فرستاده خدایانه. او مأموریت خود رو نجات نژاد برتر عنوان می کرد و ادعا می کرد که این مأموریت توسط نژادی بالاتر به او محول شده. کیم ایل سونگ و کیم جون ایل رهبران کره شمالی در تبلیغات دولتی کره شمالی مانند موجودات فرا انسانی و نیمه الهی جلوه داده میشن. هر دو به عنوان پدران مقدس شناخته میشن و ادعایی مبنی بر داشتن توانایی های فراتر از انسان ها دارن. نیکولای چاوشسکو دیکتاتور رومانیایی از تبلیغات کشور رومانی استفاده شخصی میکرد و خودشو پدر معنوی و ملی رومانی جلوه میداد. فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور اسپانیایی اغلب از حمایت کلیسا برخوردار بود و خود را مبارز مسیحیت و مدافع الهی علیه کمونیست و بیدینی معرفی میکرد. او از سوی برخی از مقامات کلیسا به عنوان منتخب خدا برای اسپانیا شناخته میشد. صدام حسین عراقی هم گاه خود را با شخصیت‌های مذهبی مقایسه می‌کرد و از تعابیر مذهبی برای توجیه حکومتش استفاده می‌کرد. آیات قرآن رو به حکومت خودش ربط می‌داد تا جایگاه خودش رو تثبیت کنه. آشناست نه؟ اینا خوبه. تازه هیروهیتو امپراتور ژاپن خودش رو خدای زنده معرفی می‌کرد. او تا پایان جنگ جهانی دوم این مقام الهی رو برای خود قائل بود. جدیدن هم که آیت الله عظما خامنه ای ادعا کرده که زبان الله هست، ادعا کرده که خدا گاهی با زبان او سخن میگوید. 20 سال پیش شاید 23-24 سال پیش تو این حیات 20 نفر بودن، نماز خوندیم، بعد من نشستم رو پله یه صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود. جنس اینا چیه؟ من نمیدونم چی میزنن. فکر کن دراگ انقدر قویه ادعای خدایی کنی. حتما نیاز نیست که دراگ یه ماده خارجی بشه که وارد بدنت بکنی. قدرت بدترین دراگه که نمیشه ترکش کرد. آیا میدونستید که در کشورهای هند، تایلند، نیجریه، چین، مکزیک و ایران جنین انسان قبل از تولد خرید و فروش میشه؟ آیا میدونستید کشورهای هند، چین، پاکستان، فلسطین، مصر، برزیل، عراق، ترکیه و تایلند بیشترین آمار خرید و فروش کلیه اونم به صورت غیر قانونی رو به خودشون اختصاص دادند؟ و آیا میدونستید که خرید و فروش کلیه در کشورهای هند، فیلیپین و ایران کاملا قانونیه؟ جالبیش اینه در کشور هند با اینکه خرید و فروش کلیه قانونیه بازم غیر قانونی کلیه معامله میکنن و اسم هند تو هر دوتا لیست هم هست. جا
جمهوری اسلامی به اسم اسلام و الله در حال حکومت کردنه و هدفش اینه که دنیا رو مسلمون کنه، اونم شیعه. حالا جالبه بدونید متحدان جمهوری اسلامی سه کشور بی مذهب، بی خدا و کمونیستن: چین، روسیه و ونزوئلا. و از اون جالبتر، دشمنان جمهوری اسلامی همشون کشورهای مذهبی هن که هم خدا دارن هم دین دارن، از بودایی و مسیحی بگیر تا همین خود مسلمون. تا همین چند وقت پیش جمهوری اسلامی با همین عربستان که نقطه ظهور اسلام هست هم دشمن بود، که الان یه ذره ترسیدن و آروم شدن چون دشمناشون داشت بیش از حد میشد و بقای نظام از همه چیز مهمتر است. جمهوری اسلامی مدعیه که مسلمانان غزه مورد ظلم واقع شدند، اما در مقابل هولوکاست یا همون کشتار جمعی مسلمانان چین هیچ عکس العملی نشون نمیدن و سکوت میکنن، چون چین اربابشونه و جمهوری اسلامی سگی نیست که دست صاحبشو گاز بگیره، یه غلام حلقه به گوش آماده است که مثل یه لکات زیر ارباباش دراز میکشه. دل من جز دل تو دیگه یاری نداره، به خاطر کش نکنی که قراری نداره. فکت بگم براتون، جالبه بدونید فقط مسلمانانی که در چین به جرم مسلمان بودن در زندان هستند، فقط زندانیاشون اندازه کل جمعیت غزن. و اینکه شمار کودکان قربانی شده در الغور چین که همشون هم مسلمونن تا الان نصف جمعیت غزه بوده. کاسه داغ‌تر از آش، قاشق ناشور با رژیم غذایی متعفن و بدبو. یعنی جمهوری اسلامی. در فرهنگ لغت اسلامی واژه حوری به معنی فاحشه بهشتی، واژه کافر به معنی کسی که فریب دین را نمی‌خورد، واژه مرتد به معنی مسلمانی که در مورد دین خود تحقیق کرده و از آن خارج شده، واژه براق به معنی خر بالدار پیامبر مجهز به سیستم پرواز به فضا با سرعت مافوق نور، واژه جهنم به معنی کبابسرای الله، واژه بهشت به معنی فاحشه خانه مؤمنین و جمله امر به معروف و نهی از منکر به معنی فضولی کردن در زندگی دیگران است. آیا باورتون میشه که خمینی بت شکن در سال 59 از ملت ایران بابت انقلاب و بی عرضه بودنش عذر خواهی کرد و عکس العمل شل مغزهای دوروبرش گریه و زاری بود؟ من از شماها عذر میخواهم، من از ملت ایران عذر میخواهم، من از ملت ایران عذر میخواهم. 147 بیمارستان امام خمینی در ایران وجود دارد که تمام آن 147 بیمارستان را محمد رضا شاه ساخته. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک رو بزنید و حتما برام بنویسید که باز هم از این فکت‌ها رو کنم براتون یا نه. خیلی دوستتون دارم. شاد، سلامت، آگاه و ثروتمند باشید. چشمنید.